پول مجازی یا مجاز پولی؟ ببخشین این جملتون هم در نیومده ها. آهانی بهتر شد. رمز رمز ارز یا ارز رمز. صبح دیشب وی پس از دریافت سود 15% در بازار رمز ارزها گفت: البته این معامله دستگرمی بوده و بیشتر جنبه تفننی داشته است. وی پس از این ترید موفقیت آمیز لایحه‌ای را تحت عنوان بخرن بفروشن اوکیه در صحن علنی مجلس ارائه داد. از برنامه گستران ها می خواهیم که در تلاش باشند. احسن نمی خواهم تا ما نیز رمز ارزی را بر این بازار بیفزاییم، معرفت داشته باشید تا از این پس پرچمدار این حوزه نیز باشیم. خناق بگیرید بی معرفت ها. احسن نمی خواهم وی پس از زهر مار چوب لباسی قورت دادیم ای تو. ببخشین مثل آدم حرف بزن بابا، با شما مجریه جفنگم هستم و این ملیجک بازی ها چیه؟ عصا قورت میدین قبل برنامه، من صدا عوض میکنی و اشوه میایین شهلا میشین، چتونه؟ بگید دقیقا دردتون چیه؟ به یه پارتنر، به یه همدم، به یه معشوق، به یه نفر نیاز داریم. به قول شاعر میگه تمام ناتمام من با تو تمام میشود. آها پس مشکل اونه. اوکی بابا، خب چرا پای ریاضی رو میکشی وسط؟ محمد داداش این پسر گلمونو به سمت تمام ناتمامش راهنمایی کن. آقا خیلیاتون پیام دادید گفتید بگو کلن بیت کوین چیه. اول اینکه اسم برنامه ما چیه؟ احسنت بر شما، فین پاد. پس قطعا گوگل پاد نیست. شما هفته ها صبر کردی که من حال کنم یا نکنم بیام اینجا بگم بیت کوین چیه. خب مرد مومن، یه سر میرفتی فیلمک میخوندی، به اول فصل 5 دقیقه ای جوابتو میگرفتی، اعصاب نمیذارید واسه آدم بابا. من خب از اونجایی که شما مرد گوگل کردن نیستی، پس بذار از اول بگم داستانو. نقل متواتر است که سال 2008 میلادی بحران اقتصادی مزخرفی از آمریکا شروع شد و به بقیه کشورها هم رسید. بانکمانک‌ها ورشکسته شدن و رئیساشون رفتن سر چهارراه بلال بفروشن و مردم هم موندن چه خاکی به سرشون بریزن. جورج بوش پسر در این راستا اومد تو تلویزیون و گفت: من باختم، بعدم باختم، خرج من زن من داره میده، من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من گیر ندین، در کل مضمونش همینه. خلاصه همون سال یه بابایی با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو رفت و یه سند اینترنتی منتشر کرد و گفت: یافتم آقا، یه پول رمزنگاری شده ای اختراع کردم که نه جعل میشه، نه به بانک و دولت وابسته است، نه برای انتقالش به واسطه ای نیازه. این یعنی یه نظام اقتصادی جدید و مطمئن. بلاکچین یا زنجیره بلوکی مثل یه دفتر حسابداریه که همه تراکنش‌های بیت کوین روش ثبت میشه. این تراکنش‌ها رو یه سری ماینر ثبت و تایید می‌کنن. کل این عملیات هم معمولاً 10 دقیقه طول می‌کشه. حالا ماینرها کارمنده کجان؟ هیچ جا. ماینرها خود ماییم. ماینینگ یه چیزی مثل مسابقه حل مسئله است. ماینرها با حل آتشخاله ریاضی تراکنش‌ها رو تایید می‌کنن و یه بلوک جدید ثبت می‌کنن. حالا هر کی زودتر به نتیجه رسید، شبکه اتوماتیک بهش بیت کوین جایزه میده. اینم در جواب کسایی که میگن آیا بیت کوین را پدر شما تولید می‌کند؟ خیر، بیت کوین هیچ شخص خاصی تولید نمی‌کنه. بیت کوین جایزه شبکه است به ماینرها. حالا شما ممکنه بپرسی این مسخره بازی‌ها واسه چیه؟ مسابقه چیه؟ اصلا چرا هر کسی نمیتونه راحت تراکنش‌ها رو تایید کنه و بلوک جدید بسازه؟ این دیگه بمونه برای تکلیف شب شما که بری و با گوگل خصومت‌های شخصیتو برطرف کنی. شاید منم اومدم و یه چیزایی بعدن گفتم. فعلا اینا رو بی‌خیال شید. داشتم به این فکر می‌کردم که اگه ساتوشی جوان ایرانی بود که می‌خواست بیت کوین رو از طرق اداری ثبت اختراع کنه چی می‌شد؟ سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. پسرم شما درست آمدین؟ بله دیگه، گفتن اتاق ثبت اختراع اینجا. عرض شود که اتاق مجوز که بنده باشم قول مرحله آخر است انشالله. اجالتاً اون یقه رو ببندید که قباحتتون کمتر بشه. حالا میخواین نگاهی بندازیم بهش؟ بنده نگاهامو انداختم، شما حالا حالاها باید بری و بیای. واقعا؟ والا این خزعبلات شما خیلی وقته که اینجاست. نظرتون چی هست حالا؟ اگر توانستید پس از طی طریق مربوطه به این اتاق برسید، نظر ما را هم خواهید شنید. علا ای حال این تراوشات ذهنی شما که اندم یکن تلقی میشه برادر من. خدا نگهدارتون.
شماره بگو جانم. این طرحه اینجوریه که شما میخوای مثلا به من پول بدی، منم مثلا میخوام به شما پول بدم، ما دیگه دنبال واسطه نمیگردیم. بعد به جای صبر کن. شما میخوای به من پول بدی؟ بله. خب چرا نمیدی؟ نه خب مثال زدم. با حلوا حلوا که دهن آدم شیرین نمیشه. نه من داشتم با پول مثال میزدم. این همه مثال. اگر عناد نداشتین، نیت قلبیتون که حذف کارمندان زحمت کش بانک هست رو بیان نمی کردین. این ذات انسانه، نیات پلیدش رو نمیتونه مخفی کنه. بفرمایید بیرون آقا جان. من برای زحمت کشیدم، خواهش میکنم. بفرمایید فضا رو با دم و بازدمتون نجس نکنید آقا. شبانهای امروز چرا انقدر حالتهای دگرستیزانه دارن؟ پول میدم. پول میدی؟ بله آقا، مثالم نیست، فقط این اختراع منو بررسی کنین، هر چی بخوایم میدم. یک لحظه اجازه بفرمایید. سلمان سلمان. شروین به گوشم. یک رشوه‌گر مزدور اینجاست. میده یا نمیده؟ کذب محض، نمیده. دریافت شد. آقا عیبه. ایشونه؟ بیا اینجا. آقا. بیا اینجا، باید برید اینجا. ایبه چی بکنم تازه تو برو خبرش برم کنی غلط کردی. بیا برو اینجا، مثل عرض میبرم تو برو میخوا بیچارم کردی. بابا یه بازم بده گمشه بایستا حمال. امثال شماها رو باید تو نطفه خفه کرد. اختراع کرده واسه ما. دست بیر، کسافت، زباله، در، لاش سگ، خریدارم. بده من اونو. اونو میکروفون بده. لاش سگ. آی ملت، من میخواستم با اخترام نجاتتون بدم. اینا مجوز ندارن. آی مردم، از رئیسای قلدرتون خسته شدید. یه روز تلافی میکنم. محمد من یه چرتی میگم، تو زود میپری شاهد مثال میاری؟ خب ساتوشی اگه میخواست با کاغذبازی و اداره بازی اختراعش رو ثبت کنه که خودش اولین نفر میزد زیر حرفاش. چی میزنی قبل برنامه بابا؟ بگذاریم. خب حالا میخوام با یه مثال تراکنش بلاکچینی رو از دنیای چرک کدنویسی وارد زندگی روزمره‌مون کنم. چون ماهایی که برنامه نویس نیستیم معمولا با این بوده داستان سر کله میزنیم. آقا فرض کن جیبت خالیه و زیدت میخواد از کانادا برات پول بفرسته. اگه دست به دامان سویفت بشه که از اون پوله یه جسد بی دست و پای بیات شده میرسه دستت. چون یه بخشیش تو مسیر با کارمزدا به فنا رفته. وسط راه هم که این رئیس میسا ممکنه قهرشون بگیره و تحریم و هزار کوفت و زهرمار دیگه. ممکنه اصلا پول نرسه دستت یا در خوشبینانه ترین حالت یه چند روزی طول بکشه. ولی اگه همین پولو بخواد از طریق بلاکچین بفرسته، کافیه گوشیو ورداره و بره توی صرافی معتبر مثل بایننس بیت کوین رو بخره و انتقال بده به حساب تو. چند دقیقه بعد بیت کوین تو حسابت و میتونی تبدیلش کنی به تومن و دلار و هیچ کس هم نمیتونه این وسط زاخارگری کنه براتون. البته خاک بر سرت اگه با این هیبت از زیدت پول تو جیبی میگیری. تو یکی با همون سیستمای سنتی بربری بهتره بابا، مرتی که زالو صفت حول تو کف. مایه بده بیشتر، یکم از اون جیب خرج کن دختر. مایه بده. و همه این اوصاف و همه مزیتایی که از بیت کوین و بلاک چین گفتم، متاسفانه الان وضعیت طوریه که بیت کوین تو ایران شده مثل یه بچه مالی خولیایی مظلوم عصبانی عقده‌ای حبس شده تو اتاق که هر کی از راه میرسه یه لگدی بهش میزنه و یه اسم جدید روش میذاره و یه جرمی همینجوری رندوم تو مایه‌های طراحی غربیا برای کنترل جهان میبنده به خیکشو میره. آمریکا داره تلاش میکنه به جای دلار این ارزهای دیجیتالی رو جایگزین کنه. حالا یه سری جوان مهندس مستضعف فکری هم تو جمهوری اسلامی که یه سری مثلا معادلات الگوریتمیک میدونن و کشف کردن دیگه. نه پسر جون، معادلات استراتژیک چیزی نیست که تو دانشگاه باشه شما بخونی. خب به انتهای این اپیزود دراماتیک رسیدیم. من رضا انصاری هستم و این برنامه رو فینمک ساخته و ما به بدترین نحو ممکن با لومپنای کوتاه فکر خبره در یاوه سرایی استراتژیک که رو گرده افکار عمومی سوارن و میخوان بی سوادی خودشونو سرایت بدن میجنگیم. در نهایت پیشنهاد میکنم که تا پادکست بعدی گوشا رو بگیرید که از اراجیف این بلشون کن. در امان باشید. اما این پسر گلمون در چه حاله؟ مشتاق بگیرت بودم، حیف که تو شکستی. تمام. هیز و بی هویت مثل آفتاب پاییز فرو رفته، بحران پوچی تا مغز تاریخ، هر کی با ما گشت بین رفت و ای کنجکاوی، نابود باید باشی تابوت باید کاوی. هیز و بی هویت مثل آفتاب پاییز فرو